با سلام و درود خدمت دوستان عزیز، مشتاق فرخی هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب، قسمت هشتم رو با هم دیگه آغاز میکنیم. قراره که با ابزارهای انیمیت یک مقدار آشنا بشیم و با هم یک انیمیت نسبتا معمولی رو و ساده رو با هم دیگه انیمیت کنیم. بعد اینکه اون کار تموم شد، میریم سراغ انیمیت کردن خود عنکبوت. خب، قبل اینکه شروع کنیم ما میریم سراغ برنامه رو آغاز میکنیم. بعد اینکه برنامه رو استارت کردیم، من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم که ابزارها کجا هستش و چجوری میشه انیمیت رو آغاز کرد که کلن با ابزارها آشنا بشیم. برای خب اینجوری شروع کنیم که توی این قسمت شما کیفریم ها رو مشاهده میکنید، به شما نشون داده شده که به صورت استانداردش از 0 تا، یعنی در اصل از 1 تا 250 فریم هستش که میتونید اون رو حرکت بدید. اگه غلطک موس رو نگهداری میتونید به این سمت و اون سمت ببرید. کنترل غلطک رو نگهداری به چپ و راست ببرید، میتونید اون رو بزرگ کوچیک کنید. و از این قسمت شما میتونید فریمتون رو تعیین کنید از 60 شروع شه یا از اتمامش هم مثلا 100. برای این کار میتونید شما هایپ کنید، بگید از چند شروع شه. کار دیگه هم که میتونید انجام بدید، کنترل غلطک چپ و راست، میتونید فریمتون رو تنظیم کنید، بعد ای رو از کیبورد بزنید. اگه ای رو از کیبورد بزنید، حالا که تعیین کردید جاشو، ای رو از کیبورد بزنید، میتونید اندازه کی فریمتون رو، کلا فریم اون قسمت مجموعه کارتون رو کلید بزنید، یعنی از 0 تا مثلا 80. خب شما میتونید قسمت هم در این قسمت برای پلی کردن انیمیشنتون استفاده میشه و گزینه های دیگه. در این قسمت شما میتونید کلید اوتوماتیکال کیفریمتون رو فعال کنید. در صورت استاندارد بودن شما نمیتونید آبجکتتون رو کلید بزنید، هیچ کلیدی نمیخوره. اگه فعالش کنید اون فعال میشه و میتونید اتوکیتون رو فعال شده قرار بدید تا مدلتون جابجا میکنید اون کلید بخوره. ببینیم که کلیدهایی که براش تعیین میشه. بسیار خوب، هم میتونید کلید اوتوکیتون رو یا اوتوماتیکال کی فریمتون رو فعال کنید، یا اگه فعال نیستش اون کلیدتون رو هر قسمتی که میخواید کلید بخوره رو انتخاب کنید. این قسمت شما میخواید اون رو حرکت بدید بدون اینکه اوتوکیتون رو روشن کنید. شما میتونید آی رو از روی کیبورد بزنید. بعد که جابجا کردید آی رو از کیبورد دارید، شما میتونید بگید که موو کلید بخوره، روتیت کلید بخوره، اسکیل کلید بخوره، یا موو روتیت کلید بخوره، یا موو اسکیل فقط روتیت کلید بخوره و غیره، یا سه تاشون کلید بخوره. ما چون جابجا کردیم و روتیت اسکیل هم نداره، ما موو رو کلید میکنیم و کلیدهای موو فقط خورده میشه که شما میتونید موو رو. بسیار خوب، گزینه دیگه هم که میتونم بگم این قسمت هست. توی این قسمت شما میتونید تعریف کنید که فقط به صورت دستوری هستش که فقط موو کلید بخوره، یعنی اگه روتیت اسکیل داشته باشه اونا کلید نمیخوره، فقط موو روتیت میخوره، یعنی اگه هر سه رو داشته باشه فقط اون موو رو در نظر میگیره. برای این کار هم میتونید به صورت اوتوماتیکال اون رو فعال کنید که میتونید کی فریم اوتوکی رو، یعنی اوتوماتیکال کی فریم رو فعال کنید، بعد کلید
بغلش رو هم فعال کنید تا از این دستورتون تبعیت کنید. بعد میتونید جابجا کنید که فریمتون رو، بعد مدلتون رو جابجا کنید، روتیت بدید، اسکیل بدید. بعد بعدی موو روتیت اسکیل میرید، فقط موو عمل میکنه، روتیت اسکیل که دادیم عمل نمیکنه. اگه من روتیت رو بزنم، روتیشن، اگه من روتیت رو بزنم میتونم فقط روتیت رو کلیت بزنم، یعنی اگه جا به جاش کنم، ببینید اگه از این قسمت من جا به جاش کنم روتیت بزنم اسکیل، بعدی موو روتیت اسکیل، ببینید باز برمیگرده سر جاش، چون فقط روتیت عمل میکنه. پس شما میتونید کلیداتون رو هم کلن تعریف کنید که چه چیزهایی کلید بخوره، این هم میتونید استفاده کنید. به صورت دستی هم میتونید، دستی میتونید کلید بزنید و کلید رو دیلیت کنید. به صورت دستی میرید روی کلیدهایی که زدید، میرید روی همون کلیدها، چون روتیشن هست، اگه روتیشن داشته باشه اون روتیشن ها دیلیت میشه. ما از این قسمت یه پنجره ایجاد میکنیم، بعد از این ادیتور تایپ شما میتونید شیت رو انتخاب کنید. این گزینه به شما این اجازه رو میده که، یعنی کل کلیداتون رو نشون میده که شما میتونید از این قسمت خیلی بهتر دسترسی پیدا کنید. اگه روتیتی داره، مووی داره، اون رو کلیدش رو انتخاب کنید، دیلیت کنید. ببینید کلیدای به عنوان مثال، مثلا موو محور زد رو شما میتونید دیلیت کنید. کلا موو محور زد رو من شیفت رو نگه دارم، کلیک راست، کلیک راست، دی از میخوام ایکس، بعد کلیک دیلیت. بعد میبینید که محور زد دیلیت شد، موو محور زد دیلیت شد. بسیار خب، میتونید اینا رو جابجا کنید. اگه اولیا رو بالا بزنید کل کلید انتخاب میشه، میتونید کلش رو جابجا کنید، میتونید این کلیدتون رو انتخاب کنید، شیفت دی کلیک، کپی میشه اون کلید، کپی میشه. میتونید فقط موو محور زد رو کپی کنید، یعنی میشه فقط محور زد. گزینه دیگه هم که هستش خیلی لازم میشه، گزینه ادیتور هستش که به شما کاملا کروا رو نشون میده که میتونید کلن هم توی این ابزار قلتک موستون رو نگه دارید، مثل محیط، این محیط و این قسمت کلن این هم هستش، هیچ فرقی نداره. قلتک موس رو اگه نگه دارید میتونید جابجا کنید، کنترل قلتک موس رو نگه دارید، میتونید بزرگ کوچیک کنید، کرب ادیتور، میتونید اون رو به صورت طول یا عرض کلن اون رو جابجا کنید. عرضم به خدمتتون که توی این قسمت شما میتونید بگید که به عنوان مثال فقط موو دیده شه، ببینید قسمت موو دیده شه، روتیشن ها و اسکیل ها کلن دیده نشه. اگه کلیک کنید بکشید پایین کلن غیر فعال و فعال میشه، عین فتوشاپ میمونه. اگه کلیک رو، کلیک چپ رو نگه دارید کشید پایین، کلن میتونید کل گزینه ها رو غیر فعال کنید یا فعال کنید، دستکاری کنید و اونها رو اگر خدمتون که اونها رو جابجا کنید. میتونید اینجا هم کلیداتون رو با کلیک راست کردن، کلیک راست موس اونها رو انتخاب کنید که توی این قسمت دیده میشه. میتونید این قسمت هم غیر فعالشون کنید، کلن میتونید فعالشون کنید دوباره،
قفلشون کنید. میبینید کلا قفل میشه. بسیار خب، ما یک انیمیت خیلی معمولی توپ رو، زمین خوردن توپ رو میخواییم در بیاریم تا بیشتر آشنا بشید با این محیط. این توضیحات خلاصه‌ای بود برای کلید زدن و انیمیت کردن. برای موو کردن هم گفتم میتونید از این قسمت استفاده کنید، هم میتونید Alt A رو بزنید تا انیمیتتون پلی بشه. اگه Alt A رو دوباره بزنید انیمیتتون غیر فعال میشه. برای استارت و پریدن روی اند قسمت که بهتون نشون داده میشه، شما شیفت رو بزنید و بریم سراغ انیمیت کردن زمین خوردنتون. شیفت A رو میزنیم، یک توپ رو ما ایجاد میکنیم. توی این قسمت یک مدادی داره شما که به شما این اجازه رو میده یک طراحی داشته باشید روی این قسمت محیطتون. اگه اون رو اضافه کنید، D رو نگه دارید از روی کیبورد و با کلیک چپ به راحتی یک خطوطی ایجاد کنید. این خطوط سه‌بعدی هستش که شما میتونید اون رو به صورت لاین ایجاد کنید و کارهای بسیاری دیگه هم داره که میتونید مورد استفاده قرار بدید. بسیار خوب، میتونید نیو رو نزنید، فقط دی رو نگه دارید، بعد بکشید، خود به خود به صورت اتوماتیک یه لایه ایجاد. بسیار خوب، ما این کار رو انجام میدیم. به این شکل شما هم این کار رو انجام بدید که به زمین خوردن توپ رو به صورت خیلی چشمی در بیاریم و خیلی معمولی، که بیشتر میخواییم با ابزار انیمیت آشنا بشیم و طریقه انیمیت کردن رو یاد بگیریم. دی رو نگه میداریم، بعد کلیک چپ رو هم نگه میداریم، اول دی بعد کلیک چپ. دی رو نگه می‌داریم و به این شکل حالت زمین خوردن توپ رو هم دیگه در میاریم به صورت جزئی. بسیار خوب، خیلی نمی‌خوایم دقیق شه، فقط می‌خوایم به صورت چشمی این رو در بیاریم و روش کار کنیم. اگه دی رو نگه داریم، کلیک راست رو هم نگه داریم، میتونید اون خطی که ایجاد کردیم اضافه هاش رو پاک کنیم. بعد کلیک چپ. البته دقیق‌ترش میکنیم یک مقداری. بعد میریم سراغ اوتوکی. اوتوکی رو فعال میکنیم، یعنی اوتوماتیک فریممون رو روی 0 تا 100 تنظیم میکنیم. روی فریم 0 رو میریم، بعد آبجکتمون که یک توپ هست اون رو جابجا میکنیم. میبینیم که جابجا میکنیم، اوتوکی آن اینجا به صورت نوشتاری به شما نشون داده میشه که فعال هستش، که شما میتونید به صورت اوتوماتیک اون رو انیمیت کنید. شما میگه که آماده انیمیته. روی فریم آخر میریم، بعد موو بکنیم سمت آخر خطمون که اون رو ایجاد کردیم. N رو میزنیم برای دقیق‌تر کار کردن. زاویه زدمون که این هست، اون رو روی 1 تنظیم میکنیم تا روی خط میزون شه. بعد از این کار دوباره N رو میزنیم تا صفحه بره، یه خط حرکتی به ما میده. خب حالا اون رو از این قسمت ما
موو میکنیم، روی این خطمون تنظیم میکنیم و شروع میکنیم به کلیک زدن. خب این ها هم روی بسیار خوب. حالا ببینید ما قراره که این کار رو انجام بدیم. بسیار خوب، ما قراره که توی این قسمت بسیار خوب، حالا قراره که به این شکل ما پیش بریم. پس اول یک خطی رو از صفر ما یک کلید ایجاد کردیم، بعد اومدیم روی صد، بعد ما اون طول انیمیتمون رو تعیین کردیم به این شکل. شما میتونید اونو توی 50 فریم تعریف کنید یا 200 فریم تعریف کنید که ما فعلا به صورت پیش‌فرض اون رو از 0 تا 100 تعیین کردیم. بعد اومدیم روی خطوط بالا که ایجاد کردیم کلید زدیم، یعنی این قسمت. بعد حالا ما بین اینها رو ما قراره که بیایم کلید بزنیم، یعنی حالا میایم روی N موازات این خط، این نقطه سبزمون که ایجاد کردیم، یک رو تایپ میکنیم تا روی خطمون ایجاد بشه. اگه روی 0 بزنیم میبینیم که دقیقا روی 0 توپمون تنظیم میشه، منتها سطحمون سطح قرمز هستش. اگه بزنیم روی 1 میزون در میاد. بعدیا قسمت هم همین شکل. این شیفت رو نگه داریم، مثلا این قسمت کلیک راست کردن یک مقداری به صورت نرم بکشیم. اگه شیفت رو نگه نداریم و اون رو بکشیم خیلی سریعتر حرکت میکنه. اگه شیفت رو نگه داریم ببینید خیلی نرمتر حرکت میکنه، خیلی ریز، عدد ریز به همون میده که میتونیم اون رو تنظیم کنیم. بسیار خوب، هم به این شکل. ما دیگه به این خطوط نیاز نداریم، فعلا این رو میزنیم. باید توی این قسمت ما یک صفحه جدیدی ایجاد کنیم، اون صفحه رو یعنی ادیتور تایپ رو ما باز کنیم و گزینه ادیتور کرو رو انتخاب کنیم. بعد که این گزینه رو انتخاب کردیم، حالا میریم سراغ قسمت منوش که به ما نشون بده که موو و زد رو، ایکس رو، محورهاشو رو به ما نشون بده که ما روتیت نداریم، روتیتشو آف میکنیم، اسکیل هم نداریم، اسکیلش رو آف میکنیم. فقط میمونه کرو موف. بسیار خوب، اونا هم غیر فعال میکنیم، فقط زاویه محور زد رو میذاریم میمونه. نقطه پایینی رو ما کلن میخواییم انتخاب کنیم، B رو میزنیم، نقطه های پایین رو انتخاب میکنیم، B رو میزنیم، خطا رو انتخاب میکنیم، بعد با کلیک راست کردن ما بقیه رو هم انتخاب میکنیم. بسیار خوب،
حالا نقطه های پایین که انتخاب شد ببینید به صورت نرم حرکت میکنه که این درست نیست. حالا میخواییم این کرو توی این قسمت محیطمون نشون بدیم. توی قسمت ابجکتمون میریم پایین، موشن رو ما باز میکنیم، بعد یک گزینه هستش که برای ابجکت هست، اگه اون رو کلیک کنید بعد بهتون میگه 1 تا 250 فریم هستش، ما میگیم 1 تا 100 هستش، پس اون رو 1 تا 100 تنظیم میکنیم، بعد اون رو اوکی میدیم. بعد که اوکی دادیم هم فریم ها رو به ما نشون میده که میتونیم اونا رو آف کنیم، هم به ما اون ورتکس ها و اون افکت رو به ما نشون میده. ببینید افکت حرکتی این قسمت ها که به صورت نرم هستش به صورت شکسته باشید، چون حالت توپ حالت ضربه ای میاد پایین میخوره خب باید این حرکت رو ما ایجاد کنیم. بعد که این ورتکس های پایین رو ما انتخاب کردیم، کلید های پایین رو انتخاب کردیم، توی همین صفحتون فلش رو توی همین صفحتون ببرید. ببینید اگه فلش رو حرکت بدید توی صفحه، قسمت تیرگی منوتون روشن میشه. ببینید یعنی فعال شدن صفحتون رو بهتون نشون میده. پس فلشتون رو سعی کنید روی همین صفحه جدیدی که آوردید باشه. بعد اگه وی رو از رو کیبورد بزنید میتونید ویکتور رو انتخاب کنید که به صورت خطی حرکتتون رو ایجاد میکنه. خب ما این رو باز باید بهترش کنیم چون حالت خیلی بدی گرفته. برای این کار میتونیم این قسمت ها رو ما انتخاب کنیم، میتونیم انتخاب کنیم، بعد که انتخاب کردیم با کلیک راست میتونید جی رو بزنیم اون رو حرکت بدیم، بعد کلیک چپ میتونید هم کلیک راست رو نگه دارید بعد رها کنید تا قفل بشه، بعد اینکه قفل شد میتونید جاش رو تعیین کنید بعد کلیک چپ. بسیار خوب، ما اون رو حالا یک مقداری ادیت میکنیم، اون رو به این شکل در میاریم. خب یکی خوب میگنی بالا اینا تنظیمات انجام بدیم، یه نگاهی میکنیم. ببینید این خطوط رو که ببینید خطوط قبلی هستش که این رو باید ما آپدیت کنیم. اگه روی این قسمت آپدیت رو بزنید این کرو به صورت اتوماتیک آپدیت میشه و با این توپمون ست میشه. ببینید بسیار خوب، ما این قسمت رو هم میتونیم ادیت کنیم، این ورتکس رو هم ویکتور، بسیار خوب، باز آپدیت رو میزنیم. ما اینا رو میتونیم جابجا کنیم کی فریم شو ببینید روی قسمت. این رو فریم بیاریم این ور. بسیار خوب، ما حالا کرو رو دیلیت میکنیم، توپ یه نگاهی میکنیم ببینیم حرکتش چجوری شده.
ما کارمون نسبتا تموم شد، فکر نمی کنم چیز دیگه مونده باشه. شما میتونید کارهای دیگه هم انجام بدید، اگه روتیت داره روتیت رو هم به همین شکل، یعنی از این صفر تا این قسمت اون رو روتیت کنید، آر رو بزنید بچرخونید، بعد چرخونید، بعد کلیک. ببینید الان ببینیم روتیت هم داره. بسیار خوب، حالا با روتیتش حالا کاری نداریم. آموزش جزئی انیمیت، میریم سراغ انیمیت عنکبوتمون. عنکبوتمون رو انیمیت میخوایم کنیم. بعد اینکه عنکبوتمون رو انیمیت کردیم، اون رو میریم سراغ خروجی نهاییش که باید کامپوزیتش، روی کامپوزیتش کار کنیم و بذاریم تنظیم کنیم برای انیمیشن رندر کردن.